چه نیکو بود آن روز که عیسی تجلی کرد اندر سینه ما، هوای وصل او زد چون نسیمی به جان خسته پرشور صمیمی، جدا کرد جان ما از درد و کینه، جدا کرد جان ما از درد و کینه، پر از روح القدس شد قلب و سینه، نشاط از حضورش گشت پیدا، دلم چون کودکی شد شاد و شیدا. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون در هر کجای جهان که هستید، در برنامه های امید جاودان که به ویژه مخصوص برنامه کریسمسمون هستیم، در خدمت شما هستیم با مهمان عزیز و یکی از برنامه گذاران خوب تلویزیون امید جاودان هستیم، برادر عزیزمون بهروز جان. کریسمس بر شما نیز مبارک باشه. منم شاد باش میگم کریسمس ها به همه فارسی زبان ها در ایران، افغانستان، تاجیکستان و سر تا سر کره زمین. بهترین عیدیه که میتونیم جشن بگیریم و شاد باشیم. خدا رو شکر برای عیسی مسیح. آمین. مسیح زنده. آمین آمین. حقیقتا قبل از که من این شعر رو بخونم، من دیدم شما هم داری زمزمه یه شعر میکنی. پس یه چی بست خوشحال میشیم بشنویم. من یه مدتی بود که خیلی علاقه داشتم دیوان حافظ رو میخوندم و دنبال میکردم رد پایی جایی که حافظ شعر گفته در رابطه با مسیح، و یه دونه از اینا خیلی جالبه برام، و اونجا که میگه که بار غم، ما وقتی گناه میکنیم ناراحت میشیم، درست، یه حس بدی داری، یه بار غمه، درست. حافظ میگه بار غمی که جان ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هللویا. و این واقعا تو زندگی من اتفاق افتاده جان. من خب همه خدا رو دوست دارم. آمین. من از بچگی خدا رو دوست داشتم، ولی شناخت وقتی پیدا میکنی، وقتی میفهمی که اون بار غم تو برداشتن از رو تو، راحت میشی، آروم میشی، و این حس خوبی بوده من داشتم. خب ولی این شعر رو یه بار دیگه برام بخون لطفا، ممنون میشم. بار غمی که جان ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هللویا هللویا. و این پیامی هستش که کریسمس با خودش میاره. و چه شعر با جایی حقیقتا شما خوندید، چرا که تمام پیام انجیل در این هست که عیسی مسیح بهر گناهان بشریت اومده. عیسی مسیح به عنوان یک نبی، یک پیامبری نیومد که بگه من پیامی رو دارم میدم و برم یک شخص دیگه بیاد، بلکه عیسی مسیح آمد تا آنچرا که به عنوان هدف مقدس خلقت بود و متاسفانه انسان ها در طول تاریخ از اون منحرف شدن، اون رو به ما نشون بده، خدای حقیقی رو به ما نشون بده و نیز مسیر رو باز کنه برای نجات و برای رستگاری. درود میگم به بینندگان عزیز و اعضای کلیسای پرسندگان مسیح. تولد عیسی مسیح و کریسمس رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم که سال فوق العاده خوب و زیبایی داشته باشین، و همینطور برای کشورمون ایران همچنین دعایی رو میکنیم که بخوایم ایرانی آزاد داشته باشیم و بتونیم نام عیسی مسیح رو در کشورمون بخوایم گسترش بدیم و بپرسیم. شاد باشیم. دوست دارم احساس شما رو بدونم در ایام کریسمس. البته آزاد هستید اگر مایل به این هستید که بخواید بگید چگونه مسیح ایمان آوردید و در طول این ایامی که مسیح ایمان آوردید چه تجربه‌ای دارید از ایام کریسمس، هم ما هم هموطنان عزیزمون برکت بگیرن. عرض بزرگتون که گفتم من حقیقتاً از بچگی خدا رو دوست داشتم، ولی شناختم نسبت به عیسی خداوند برمیگرده به حدود 21-22 سال پیش، و تو زندگی منم نقش خیلی بزرگی داشته ایم. اصلا میتونم بگم که من میلیاردر میلیاردر نشدم، ولی زندگی در آرامش و خوبی دارم. من واقعا در خداوند ثروتمندم. من بی‌نیازم. آمین. رب. یه تفاوتی میکنه، خب من قدیما قرآن هم زیاد میخوندم. بله. از
خانواده‌ای هستم که روحانی هم بودم. در اون آینه قبلی مدام گفته میشد که نماز بخون، این کارو بکن، اون کارو بکن، شاید رستگار بشی. ولی الان ما یه سندیت داریم و اون اینه که بخواهیم به شما داده خواهد شد. یعنی میگیریم و ما گرفتیم. آمین. کریسمس هم که میشه، خب این شادی مضاعف میشه در ما. و چیزی که برای من هست اینه که یه مثال بزنم. فرض کنیم که من میرم این فروشگاه سر خیابون، ببینم پرتقال درجه یک خوب آورده، داره میده 10 پوندش و 1 دلار. خب میخرم، خوشحالم میشم. بعد وظیفمه که بیام به هموطنام هم بگم این فروشگاه سر خیابون پرتقال درجه یک آورده، داره میده 1 پوندش و 1 دلار. این باعث خوشحالی اونا میشه. مسلمه. همین کارا من وقتی که بشارت میدم در رابطه با نجاتی که در مسیح خداوند پیدا کردم، واقعا این خوشحالی که به من اومده میخوام تقسیم کنم. و با عزیزانی هم که هنوز در اسلام هستن وقتی میگم ببین بیا تجربه کن. برام. هیچ دست زوری نیست. متاسفانه در اسلام وقتی یکی از اسلام خارج میشه، خب میشه مرتد، میشه کافر، حکم قتلشون، 1000 تا داستان داره. بله. ولی در مسیحیت فرده یه نفر از دین مسیحیت بره بیرون، اصلا کسی بهش نمیگه کی اومدی، کی رفتی. درست. آزاده. بله. من میگم بیاین در آزادی تجربه کنی. براب. ما متاسفانه کشیش رسول خوش در 1400 سال پیش به زور. بله. من برای خودم اینطوری تجزیه تحلیل میکنم. من زمانی که مسلمان بودم، چرا؟ چون که پدر بزرگم و مسلمان بود. بعد من تو تاریخ میرفتم آقا، میرسیدم به یه تاریخی که در 1400 سال پیش پدر بزرگ من در اون زمان، این مسلمان که نبود که، این با زور، با تهدید یا باید قبول میکرد یا کشته میشد. خب طبیعتا قبول کرد و در طول 1400 سال این شد یه عادت. بله، مسلمان. ترک عادت هم برای بعضی ها شده موجب مرض. بله. ولی من خواهش میکنم بیاین تجربه بکنیم. براب. بیاین تجربه بکنیم. هیچ مانعی نیست برای شما. این عزیزان من، اجازه دارم کتاب داشته. خواهشم، بفهم. ببینیم این کتاب مقدس هیچ چیز بدی توش نیست. چیز بدی نداره. شما بخون، به خودت این جرأت رو بده. من در سال 1996 از ایران که اومدم بیرون، همراه خودم 2 تا قرآن داشتم با ترجمه های مختلف و یک کتاب مفاتیح داشتم. وارد آلمان که شدم به این کتابم دسترسی پیدا کردم. منطقی بود که من بشینم این 2 تا رو با هم بخونم و با هم مقایسه بکنم و من این کار کردم. براب. و از حق انتخاب خودم استفاده کردم و امروز خوشحالم. آمین. و این پیشنهاد منه به شما، این کار رو بکنید. آمین، آمین.
نزد من بیا. ای پریشان حال بیا، میتونم از شما خواهش کنم حالا قسمتی از این کلمه هم بخونید؟ بله، ممنون میشم. اگر لطف کنید انجیل لوقا رو بیارید، نسبت به آنچه که شما فرمودید میخوام از کلام خدا رو نگاه کنید. انجیل لوقا باب 4:18 رو بیارید، ممنون میشم. بعد از بهروز عزیزمون در کناری که از خادمین خوب کلیسای پسند مسیح هستند، یکی از برنامه‌گذاران تلویزیون امید جاودان هستن. اسم برنامه‌تون چیه برادر؟ در پیشگاه تعلیم. برافو. و تشویقتون می‌کنم عزیزان این برنامه رو ببینید، چرا که به شما کمک خواهد کرد که بتونید در مسیر ایمانتون نیز رشد خوبی رو داشته باشید. اما آنچه را که برادر عزیزم اعلام کرد، حقیقتاً عیسی مسیح بهر آزادی اومده. از این رو در انجیل یوحنا 8:32 ما می‌خوانیم که اعلام می‌کنه حقیقت را بطلبید که حقیقت شما را آزاد میکنه. ایشون اعلام کردن دو تا قرآن داشتن، دینشون رو داشتن، باورشون رو داشتن، اما آزادی رو هم داشتید؟ نداشتم. آزادی رو نداشتم. آزادی بودم. برافو. اگه آزادی داشتم بلند نمیشدم خانواده‌ام بردارم بیام برم یه کشور غریب. بله. امروز آرزوی من اینه که ایران آزاد بشه و آزاد میشه، حتما هم آزاد میشه. آمین. و ما این کلامو میبریم ایران. آمین آمین. چرا که مسیح برای آزادی ما اومد. مسیح متولد شد تا ما تولد تازه داشته باشیم، مطابق انجیل یوحنا باب 3. و برادر عزیزم این آیاتی که الان میخونه که هدیه ایست از کلام خداوند برای تو هموطن عزیزم، که حقیقت رو بطلبی و اینو تست کن، امتحان کن، انجیل مسیح رو بخون و مطمئن باش که خداوند میخواد در ابتدا هر ایرانی رو اول اون رو از بندهای آنچه را که باعث نگرانی ها، ترس ها، غم های او شده، این که در اسارت حتی گناه ها رفته، اون رو آزاد کنه. و مطمئن باشیم که همون گونه که برادرم اعلام کرد، کشور عزیز ما ایران آزاد خواهد شد.
انجیل لوقا باب 4 18 ممنون میشم. روح خداوند بر من است. زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم. آمین. و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم. آمین. و تا کوبندگان را آزاد سازم. هاللویا هاللویا. هیچ کجا در این نبود که در بند کنه انسان رو، حتی انسان رو ملزم به این بکنه که آنچه من میگم باید گوش کنید. مسیح برای آزادی همه ما. در انتها از برادر عزیزم خواهش میکنم برای آزادی کشورمون برادر دعا کنید که مملکت ما به فیض خداوند آزاد بشه. سال دیگه جشن کریسمس رو ما در ایران بگیریم در کنار مردم عزیزم. بفرم خواهش میکنم. اولا که من اعلام بکنم ما آزادی ایران رو گرفتیم. آمین. در نام ایران آزاد میشه. ایران آمین. آزاد میشه چون تموم این شرایط داره نشون میده. ببینین یه نمونه خیلی روشنش، ما کشیش داریم، کشیش رسول حیدری. خواهش. یعنی نام رسول که نام پیامبر اسلام بوده امروز اینجا یک کشیش مسیحیه. این نشوندهنده نجاته. آمین. این نشوندهنده نجات. آمین. ای خدا، ای خدای قدوس، آمین. شکرت میکنم خداوند، شکرت میکنم که وقتی نگاه میکنیم به جلوی رومون خداوند، خیلی راحت، خیلی به روشنی میبینیم خداوند کلیساهای تو یک به یک در خیابونهای ایران، تهران، اصفهان، شیراز، آبادان، تموم شهرها خداوند این کلیساها بنا میشه خداوند. آمین. در نام خداوند تموم این کلیساها نام تو رو خداوند موعظه میکنن و ملت ایران نجات پیدا میکنن. هللویا. شد. خداوند فقط این تغییرات رو ازت میخوام که دست تو قرار بگیره و آسیب کمتر باشه. خواهش. چون دشمن درنده است خداوند. خداوند ایرانی ها رو حمایت کن خداوند در مقابل این دشمن. خواهش. خداوند می طلبم از تو که این روزها را بر ملت ایران خداوند راحت تر بگذره خداوند. تو این شرایط خداوند، تو اتفاقاتی که داره میفته و ما میدونیم خداوند این زلزله، این اتفاقاتی که میفته خداوند خواست تو نیست، اینا امر طبیعیه، میشه. متاسفانه دولتی داریم که نمیتونه از مردمی که آسیب دیدن حمایت بکنه. ای خداوند تو حمایت بکن در نام عیسی مسیح. خداوند، ای خداوند، سال دیگه به خوبی، به آزادی، به روشنی در ایران کریسمس جشن گرفته بشه. آمین. در نام مقدس عیسی مسیح، مسیح خداوند میطلبم. آمین. آمین آمین آمین. با تشکر از برادر عزیزم از اینکه لطف کرد، با تشکر از همه خادمین کلیسای ترسان مسیح، با تشکر از همه برنامه گذاران شبکه امید جاودان که همه ماها یه تیم هستیم، دست به دست هم داریم میدیم تا بتونیم کاری که خداوند به ما داده، مسئولیتی که خدا به ما داده، اون رو به کمال برسونیم. اینجا هیچ کس رده بالا نیست. عزیزان لطف میکنم، هی به عنوان کشیش رسول میگن، اما کشیش رسول در کنار برادران عزیز و خواهرانی که در کلیسای پرسنل مسیح هستن میتواند خدمت کنه. ما در کنار تو هموطن عزیزم که دست یاری میدی، چه درباره عمومیت دعا و چه از نظر مالی، ما داریم این خدمت رو انجام میدیم. خدا شکر برای تو هموطن عزیزم. بریم و برمیگردیم، لطفاً با ما باشید. تو چون زب شدی در راه من.
ولی به توست نگاه من، از بحر من مسلوب شدی، چون خطا کار محسوب شدی، در قلب من محبوب شدی، صلیب توست نگاه من. ای منجی و ای شاه من، توی فقط دلخواه من، خونت بریختی راه من، کردی رفع گناه من. ای منجی و ای شاه من، توی فقط دلخواه من، خونت بریختی راه من، کردی رفع. خوشحال هستیم که در ادامه برنامه ویژه کریسمس که از شبکه امید جاودان پخش میشه با ما هستید، با یکی از خادمین بسیار خوب و با محبت که محبتش هم بر کلیسا و هم بر من بوده و هست، همچنین همسر خوبش زینای عزیزم هستیم. روبن عزیزم، خوشحال هستیم که با ما هستید. تولد خداوند عیسی مسیح رو به شما شاد باش. خیلی ممنون. من همینطور عزیزی و عزیزی داریم اینجا به عمه گلاغا. بله، حواسم به گلاغا. گلاغا کی اومد؟ من اینجا. اصلا متوجه گلاغا نشدیم. کریسمس بر شما مبارک باشه. گلاغا معمولا توی برنامه یک دو سه هستش، الان ما رو سورپرایز کردید. یک دو سه رو برای بچه‌ها داریم در تلویزیون امید جاودان و برنامه یک دو سه به نام ادن حسن روح القدس. و این برنامه هست برای بچه‌ها و هدف ما از این برنامه این هستش که بچه‌هایی که در ایران هستن، در کلیسای خانوادگی هستن، بتونن در موقع پرستش از برنامه یک دو سه هم استفاده. بسیار زیبا و بسیار خوب. اما میدونم که گلاغا همسر داره، فرزندان داره. ایشون 4 تا بچه دارن و همسر دارن و اونام در برنامه های یک دو سه هست، همینطوری نیست؟ بله. خب من میخواستم به ایشون یاد بدم که میخواستم دست شما رو فشار بده، ولی همیشون دست چپ و راستش رو زیاد بلد نیست، یعنی نمیتونه. من شروع کردم بهش یاد دادن، ولی خب همونطور که میدونین این چیه الان؟ یک. خب چنده؟ دو. خب برگشت چیه؟ سه. چی میشه برنامه؟ یک دو سه. حالا اینو که دست چپت کدومه نشون بده؟ اونی که انگشت داره روش؟ نه بابا، همه دست انگشت داره. ببین من دوباره دارم بهت نشون میدم، این دست چپته. نه، این دست چپ توه.
خب ببین دست راست من الان کجاست؟ دوانه بدنمه. حالا برنامه یک دو سال حتما به بچه ها عزیز توصیه میکنیم که این برنامه رو مشاهده کنن در نام عیسی خداوند که بتوانن خبر خوش نجات هم بچه هم بتوانن دریافت بکنن. آمین آمین آمین. خب شما چیزی نداریم بگین گل آقا؟ هرشای عزیز درود بر شما، مری کریسمس، بیا این کلیسا. چشم چشم بسیار عالی. بله روبه، میخواستم ببینم این انگیزه از کجا شروع شد که شما با عروسک‌های خوبی مثل گل آقا این خدمت رو شروع کردید و واقعا منم این کار هنرمندانه‌ایه، یعنی این گونه نیستش که بگیم کار هر کسی باشه یه عروسکی بغلش بگیره و بتونه دو صدا دراره. اصلا چگونه شد این انگیزه ایجاد شد در شما و میدونم که در رابطه همسرتون خارزینای عزیز نیز همکاری شدید دارن ولی خب پشت صحنه هستن. بله همسر من در قسمت طراحی لباسای اینا هستش. چند تایی که گرفتیم بعضی هاشون دستاشون کوتاه بود، بلند بود. دست من کوتاه نبود. نه دستش کوتاه بود. پیشه طراحی لباسا رو کردن، درست کردن این عروسک ها رو در واقع. ولی من هدفم این بود که بتونم یه برنامه‌ای برای بچه ها درست کنم که این بچه ها هم بتونن یه سرگرمی داشته باشن. البته امروزا میدونیم که بچه ها خودشون آیفون دارن و آیپد دارن، ویدیو گیم دارن، ولی برنامه‌ای که درست کردیم یک دو سه با موزیک ویدیوها، با کارتون ها، با عروسک های بسیار زیبا و راجع به کلام هست که این بچه ها بتونن به کلیسا جذب بشن و برنامه ما مشاهده کنن. بسیار عالی، بسیار. بازم تشکر میکنم از شما فرزینای عزیزم. از گل آقا تشکر میکنیم، از خانواده. جای خانوادهتون خیلی خالیه به هر حال. چه ما تشکر میکنیم از تک تک شما هموطنان عزیز که در طول برنامه های ویژه کریسمس با ما بودید و ادامه بدید این برنامه ها رو عزیزان، و از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش همه ما رو در کنار هم برکت بده و معنای حقیقی تولد خداوندمون عیسی مسیح، تجسم خدای قدوسمون که بر جسم متولد شد بر روی زمین، بر همه بشریت آشکار کنه تا نام او جلال یابد در مسیر نجات و رهایی. با ما باشید و برمیگردیم. زاد روز مسیح خجسته با Christmas, everyone. Ho, ho, ho. Merry Christmas and Happy New Year. The magic of Christmas is not in the presents, but is in His presence. Ho, ho, ho. For God so loved the world, He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ho, ho, ho. Christmas begins with Christ. Why is he guys there? Hey, can I ask you guys some questions? Yeah, sure. What do you guys think about Christmas? Well, I think it's about Jesus' birthday, and plus it's kind of cool getting presents. Cool. If you had to describe Jesus in three words, what would it be? Cool. Do you guys want to add anything? Yes. What is this? Okay. I think I just saw Santa, but it kind of looks like my dad. Oh. You do? Christmas time is here. Let's go out and play! Our students at our church. Ho, ho, ho. Bigolina. No, no. Ale, kamame. Una, two. Orito maka ni ma tora ni bota. Papiro de brini. Lebo la shi wa wa wa. Bolo kera bela.
جانانه.